شروع شد؟ آره شروع شده. گوتن مورگن، گوتن مورگن، به آلمانی میشه گود مورنینگ، گود مورنینگ، صبح بخیر. مرسی بچه ها، بچه ها ببینید با این قهوه کیه؟ قهوه نسیم. نسیم، به به سحر، به به. خب حالا داریم آب جوش دو تا و نصف ریختم. خوب کار کرد بچه ها. نسیم که آخرین روزی که با هم صبحانه رو خوردیم، من قبل از این که برم خب من بگو چقدر خوبه. آره دیگه یه خوب باشه باشه خوبه. بعد قبل از این که بیاد گفت من میخوام بدونم چی براتون بیارم. تو چی گفتی آذر؟ من گفتم اول گفتم هیچ. اول گفتی هیچ؟ آره اولش گفتم نه هیچ. خب وقت تلف کردی دیگه. بعد تو گفتی نه بگو. نه اون گفت من که میخوام یه چیزی بیارم. بعد گفتم خب قهوه میگه آذر این اولش باید آب سرد میریختیم به اندازه خیلی کم. نه اون فرق میکنه این فرق. نه بابا الان چند سال دارم ازش استفاده میکنم. خب باشه سحر بعدن. سحر بعد آب جوش شده. نه سحر اون فرق میکنه عزیزم. اون یه خب حالا بعدن حرف میزنید. اون یه بار اون درست کنه نشون بده، یه بار تو درست کن بعد من بخورم. سرد بریزی که نمیدونم اینقدر میگه یه ذره آب سرد برس. حالا اب نداره. رسیدم به خونه چه حسی داره بچه ها؟ اینم یه خونه دوم منه دیگه. اینجا خونه من. آره رسیدم حس خیلی خوبی داشت. یه که سندشو ندارم. ولی چیزه سندشو خیلی خوب بود اینجا. بعد امروز یا فردا، امروز سمیرا میاد، سمیرای هامبورگ میاد اینجا آبادانی. بعد چقدر اتفاقات افتاده. بعد صبحانه میخواستیم، محمد رضا خواست با ما صبحانه بخوره، گفتم لایف باشیم، گفت بعد از لایف میام. حالا برای ما بچه محمد رضا ببینید چیکار کرد. لوبیا خیس کرده، لوبیا خیس کرده برای قرمه سبزی. بیشتر فکر کنم به خاطر تو، وگرنه اینجا دو بار قرمه سبز درست کرد. همش به خاطر تو، همش به خاطر. حالا منم بهش گفتم من نمیدونم اصلا من حس قرمه سبزی اصلا حس غذایی این... آره این. بعد گفتم چی؟ گفتم که من میخورم، من درست میشه درست کنی اون موقع میگم که یه لحظه همین پرواز من اینا رو از آره چی؟ حس بدجنسی بود. شاید هم من آره. اینجوری حس کردم. چرا خوشگل شدی آذر؟ مرسی. محمد رضا یکی از بچه هایی که دو سه روز اینجا مهمانه، بعد دیگه میره دو شنبه میره. بعدش توی این مدتی که من چند بار که اومدم با هم صحبت کردیم، دعوا کردیم فلان همه چی دیگه، خیلی بچه خوبیه. الان نهار ولی با اون میخوریم بدون لایف. صبحانه با شما، نهار با محمد رضا دیگه. آره دیگه عکس ولی میگیریم، عکس میگیریم با شما میفرست. شب برم باره مال های به ما جواب داد. ما داری پاکسازی آیا رسم کن؟ نه خواهش میکنم. دیده نمیشه، فقط از دور ازت خواهش میکنم. باشه نگیره، خواهش کرد نگیرم. بعد شروع میکنم. آره شروع ما خوش میده. باشه نه ولی همین که اینجوری منو بعد از دعوای آخرمون رد نکرد خیلی خوبه. نه ببین آدمی چیزی نیستش که بچه ها اسم چی یادم رفته. خسرو دست از این اداها بردار. بر جنسی بچه ها میدونید چی میگه؟ میگه تو این زندگی درمانی اینقدر بدجنسی ها ازت دیده. حالا همه اینا رو این الان اینجوری نبید. یه جا فقط سحر، وحید و سحر نهایت بدجنسی. بیا اینجا بگو خیلی مدافع تو خواهد بار. آره بس
نه بخوردیم مثل فریدا تا این را بچا فریدا عجب منو آدم کرد فریدا منو با اون نونه که آرامی هیچ از میادم نمیره خب دیگه چه؟ تو چیزی تو بذارم اینجا چه؟ خودت بذارم برمیم بچه ها میخوان تو رو ببینم ما رو ببینیم به این مال اینه بچه ها من نایمده سارا این مال منه بچه اینا مال زیباست ببین اینا مال بچه ها من بچه ها گریم گرفت گریم گرفت برای یه چیز واقعا یه دو از چیزایی که آورده بودم یه دو اینجا دو تا هویج آورده بودم یکیشو خورده بود تو این 17 روز یکیش موند من نمیدونستم مال منه که گفت چرا اول گفتی آره حواست توی چیز آره دم. بعدش اول گفتم نه دیگه هویج گفت هویج داریم یکم سالادو درست کردم بعد دفعه گفتم خب اون اومدم یخچالو داشتیم نگاه میکردم سبزی‌ها رو مریض شده بابا من رفتم مریض شده سی یخچال چیه سبزی ها رو خراب کرده انقدر از پنیرم مونده پنیر رو مجبور شدیم دیگه حالا دیگه اونجا بندازیم توی ارگانیک که بره خاک بشه یه کوچولو بعد یه دفعه براجر ولی زیبا خوبه میکن. میاد پاکسازی زیبا میاد پاکسازی میکنه نه حسش بشم نم بعدم مریضم بودی دیگه مریضم آره. بعد اینو همینجوری تی این 17 روز از سبزیه که خود زیبا اینجا بود پاک کرده بودیم نم این هویج دیگه امروز پاکسازی کردیم آره پاکسازی کردیم بعد یه دفعه دیدم که هویج دیگه داشت اومدم هویجو بردارم گفت زیبا این هویج توه گریم گرفت انقدر سالم مونده بود انقدر خوب مونده بود بدون پوست کندن به خاطر من مونده بود به خاطر که توی یخچال منه یخچال تو آخه انرژی دیدی گلمو 17 روز این همینجا مونده گلمو نشون بده تو آخه گل میخکمو که از بیا 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 این خیلی مهمه خوب خسرو رفت من در خسرو رو میاد گرفتم داره پاکسازی میکنه رو با این اون شم هم روشن میکنیم شم هم روشن بچه ها توالتشو نگاه کن اون توالتشه اینجا آره. این گل میخک تو بالکنم بود آوردم برای که باید شما رو چرا خودت هم باشی هوا سرد شده بعد بو هم میده بوی میخک میده ببینی چقدر خوشگله آره هر روز قربون صدقه شون میرم نازشون قربونشون نشو همون محبت خب نه میگم آره. عشقای من دوستتون دارم آخه دوستشون بوش 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 منم اومدم اینقدر حس خوبیه بعد شم روشن کرده بود روشن میکنم روشن آه یکم دیگه بارم بچه ها اینم دستمال من داستان داره حالا اون آها آها اون افتاد زمین کار دارم من میخوام نشون بدم اینو بچه ها اینو ببینید بذار اونجا بیاد بیا حالا این ورتر من نشون بدم بچه ها یکی از لایوای من در رابطه با مقایسه توالت هایی که خوادیدم خواهد بود مقایسه توالت هایی که بوده با همه این حالت مثلا آفتابه یا حالا بگیم اینا اینجا آرمانی ها گلاشون آب گلاشون آب میدن آب پاش خب ایرانی ها به عنوان آفتابه استفاده میکنن خب اینم توالتش ما یکی از چیزایی که توی توالت های چیز یکی از لایوهای من آماده باشید حالا میخوام صابونه بخورم ولی مقایسه مقایسه خیلی خوبه نه مقایسه خیلی خوبه آره میدونی چرا وقتی مقایسه میکنی میتونی مثلا بفهمی که کدومش بهتره خب اون طرف الان ما اینو نشون دادیم اینجا رو بعد توالت مژگانم نشون دادم فکر کنم توالت چیزم نشون دادم ما از همدیگه الهام میگیریم ببین توالت چیز یه سیستم جالبی داشت مژگان ولی اول ما بیدیم آبش کجاست بعد دیدیم یه سوراخی اینجوری آب از اون سوراخه میاد درست میره مماس با
کون آدم. خب بعد بعد گفتم شما گفت باید قلقش یاد بگیری. قلقش جدید تقریبا جدید مدرن فر... گفتم حالا نمیشه یه دونه از این آب پاشه خوشگل مثل مثلا چیز بذارید. خب البته یاد آدم میگیره تمیز آدم میموند و خب ولی اونجا رو هم نشون دادم. مال خونه سیما شلنگ داشت. شلنگ داشت همونی که تو میخوای. بگو تو هم چقدر دوست داری شلنگ داشت. شلنگ آره دیگه تو ایران همه آره همه شلنگ. اینم دوست داشت شلنگ داشته باشه. ولی نداریم که. خب حالا اشکال در مال تو چیه؟ مال تو هم اشکال داره مقایسه. امتیاز اون آفتاب آبش کم بیاد باید با همون کونه بلنشی برداری آب و برد. چی؟ آفتابه هی کوچیکه؟ آره خب اگه آبش کم باشه؟ خب آبش کم باشه خب آب با میکنی؟ خب باید بلنشی دیگه نمیرسی که خب خودت اولش آب کن بکنی؟ خب اولش آب میکن اگه اون آب برات کم دیگه اتومات ما نمیتونیم اونو آره اینم ایراد اینه که باید با همون بازه مال من که بزرگتر از مال توی که آره ولی آها سوال خیلی خوبیه مال تو بزرگتر ولی دستشویی دستم نزدیکه. حالا این خونه میدونی چه هفته آره. نه منظورم از مقایسه است. آره مقایسه که چهار تا ببین امتیازی که من میخوام صبح آره بشین بچه صبحانه رو شروع کنیم دیگه بحث توالت و مقایسه آره میخوایم میخوایم بعدم حالا کنکم میگی جای شما خالی جای شما خالی موقعی که اون شلنگه رو باز میکردید دیگه اون آبه اینجوری فشارش البته قشنگ همه جا رو تمیز میکرد ولی این باز رو را بیارم همون از دست زیبا قیمت دارم ای وای من بازم خیار تو رو بردارم این بشقه رو بشقه رو برداریم چیز غیر ارادی غیر ارادی باید اراده من به چیز نزدیک میشه حواسم توی چیزه آره. لایوه ببین اینجوری نیستش که باید حواسم به همه چی باشه وگرنه خیارای تو رو میخوره بچه ها بحث توالت و بحث مقایسه توالت ها بمونه برای یه وقت دیگه چون خیلی مهمه و خیلی جالبه و ما از حالا از توالت خودم شروع میکنم نونو ورده تو من جلو درست بردارم ولی بعده اینو من برمیدارم یکم من حالا دو تا دیگه هم میذارم نه این چون خیلی کرفتیگه آره من خیلی معجزه هم یه دونهشه که میخوام آره اینا از این نونای معمولی توست مست نیست بفرمایید قاشق من قاشق این آش قاشق اون قاشق اونم قاشق بچه رو بشینیم آره دیگه فعلا قهوه مخواست شایی پیرن شایی رو بخوریم خب زیبا از دیلدو استفاده کردی؟ بله خیلی استفاده آگاهی رسانی نه استفاده اصلا نه من تا حالا دیلدو من اصلا نمیدونم میگفتم این چیه میگن دو چی؟ آره. نه استفاده جنسی نکردم ولی استفاده های دیگه کردی خب بالاخره استفاده است ها بنظر آره خب چی بود اسمش؟ اصلا من بود زیبا همه چی رو میگه خجالت شما خجالت میکشید؟ خب منم یکم خجالت میکشم باید رفت بشه خجالت تازه یکی میگفت تو خجالت میکشی بده به ما به 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 اینم شیر آره بچه ها اینم از این که من بشیرم راستی اون شیره رو چیکار کرده؟ یه زن شیر یه زن دیگهش تو اونجا قطعه هست هیفته باور کن چیزی نفر ببین من مسافرت بیرم دیگه وسایل رو بتونم در صرف کن ببین یکم دیگه از این شیره اگه گرمش بکنی اگه ببره معلوم خراب شد خب صرف کن امتحان کنیم بچه ها ببین بهتره هست خوش شیره باش قهوت هم خراب نه قهوه هم خراب نکنه نه خب اینو ولی اگه گذاشت مستمونه بخونه آره باشه پس اینو بذارم بر همچه بعدا بسطه چیز خب باشه دادی بر بادم با یادت شادم دل به تو دل به تو بادم نام
میدیدم برگ خس و خونه یه مودی دادا لای لای لا 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 در اینو کجا گذاشتم اون پشته آره آها اتفاقا یکی از مسائلی که سحر ناراحت میشد از زمزمه بود زمزمه وحید آره ولی آخرین روز یه صحبت آخه دیگه نتونستیم وقت نبود که آخرین روز درباره همین مسئله هم گفت گفت وقتی زیبا زمزمه میکنه من ناراحت نمیشم وقتی اون زمزمه میکنه ناراحت میشم خب کلن علتش چیه؟ علتش همون حساسیت هایی که به هم دیگه داری به هم دیگه آره. داشتم ولی یه چیز جالبی گفت ولی من خوشم میاد یکی زمزمه کنه خب حالا یه چیز بگم گفتیش که وقتی زیبا زمزمه میکنه من حس مثبت میگیرم وقتی زیره که او میگم برشقابت کو برشقابت من من همه چیزو میذارم پس چرا من نمیذارم زیره زیره سیاهتونه سیاه زیره کافی حالا اینم قاشق سیاهتونه تموم میشه من برات میارم مرسی اینم چیز اینم سیاهتونه هستش این هنوز برای موقع اگر هم یه موقع نیومدم باز سیادونه بعد چرا این زمزمه جالب بود؟ گفتم چه نکته جالبی بعضی وقتا آدم ها چیزی که زمزمه میکنن ما اصلا همینطور روغن زیتون نرفتن روغن زیتون صرف کردنیه ها اشکال رو ببینم روغن زیتون سالات من از کجا میدونم؟ من هم نمیشه براک نه دیگه برای سرخ کردن اشکال نداره دیگه بریزیم میخوای رو بانارم بدم ده بار من باید تو رو بلندت کنم نه من اینو من اینجا ببین سالادش خودت درست کردی گفتم خصوصشم خودت درست میکنی دیگه آره زیادونه بس خوبه اوه این یک و یک ها من برای تو یه دونه رو بنار دارم استفاده نمیکنم اونم بیارم یاد دیگه ببین آره نه خریا تخمه ها رو نیمرو یه دفعه گلی خیلیش گفتی چقدر خوبه آره اصلا زندگی بدون این چیزا مفهوم ندارم خب صبونه بخوریم کومنت هارم ببین کومنت هارم ببین نمک دارم سریال سحر چه؟ آره میگفتش که من مطمئنم چی رو؟ میگه چرا زیبا قیمت درمانی رو شروع نمی کنی خدا من چگار کردم از توالت ها شروع کردیم از زمزه آها این داشت میگرد چی شد؟ چی برادر آذر تو ایران؟ نمیشته دوستا عجب صبری دارن با تو آره بابا خیلی باید صبر کرده هر کسی نیاد تو این رابطه بابا اون جوری نکن ببین میگین آخه ببین نمیشه که فقط یه دونش ببینمون کنم من نگاه میکنم بخندم آره فقط بخند تکرار میکنم وسط اون با اندازه کافی اون خبرهایی که از ایران میشنوم غمگین میشم عشق چشم میاد اعصابم خراب میشه نمیتونم بخوابم دیگه یه جاشم باید بخندارم پنیر بوزه پنیرات عالیه نه امروز زیاد متنوع ندارم اون هر دونم اینم چه متنوع یک دو سه چهار اینم چه اون پنیر بود
این که دیگه جزء روندی هفته است. خوبه. نه کفک نزد. نه اون چیزیش نشد. چه شد اون همه پیمان؟ باشم اگه آستینت رفت تو کافم. نرفت. حواسم بود. من معمولا آستینم اگه بلو باشه حواسم هست. آره. کالباس هم هستن. گفلوگه. پرنده. بوغلمو. من این موقع شب که دیشب یادم به این نبود. اشکال نرم. اینو نخورم که بدونم خوریز از زور. اگه حسم بیا. که تو بیا. به کار بگیم. آها در مورد زمزمه تموم کنم بدجنسی منو شروع کنم. بچه هایی میگفت یه بدجنسی هایی داری. خب نسبت به این خسرو بدجنسی دارم، نسبت به این محمد رضا بدجنسی دارم، نسبت به وحید و سحر بدجنسی دارم. اما تو اون بحث بچه ها یه نکته جالبی که اشاره کرد، گفت احساس غم میکردم همیشه سحر. بعدن حتی من یه بار به وحید گفتم که وحید موزیکاتو بده، گفت موزیکای منو بده کن. پس اون حس میگفت من بهش اذیتش میکنم، میگفت زیبا من حس مثلا چیزایی میخون که نه حس آره. اومدن یا نه بگه بعد برگشت گفت صدای تو خیلی از صدای تو زیب بهتره. بابا اون خواننده است. صدای وحید خیلی بهتره. مثلا ترکی که میخونه یه آهنگش که من باید یاد بگیرم دارم نقلش پیدا کنم ازش بپرسم بابا خیلی قشنگه، یعنی خیلی با احساس نمیخونه. اینو اون رشید بهبودوف میشناسی خواننده معروف آزادی رو؟ آزاد یعنی یکی از بهترین خواننده‌های آذری. حالا بیا بریم سر بدجنس. سر بدجنسی من ها خیلی بدترمانی برم. آره یه میگه چرا شروع نمی‌کنه. خب و اما بدجنسی مثلا یکی از مورده خیلی مشهود که خیلی اصلا داد میزد، یعنی من فهم کنم اگه نظر بگیری از آدم ها بیطرفانه میگم اینو حس کردم سر صبحونه که سحر چیز میکرد عمدی وحید رو تحریف میکرد. نه اگه میخواد خودش بیاد تو لایوه تو میگفتی ملت میگفتم وحید هم نشون بده، سیما میگفت نشون بده فلا، اونم میگم نه اگه خودش هست ها؟ و یه جوری اینو تحریکش کرد و تو اصلا نگاهش بیاره مره تو اونجا آنچنان اصلا اون یه موقع یه نیشخندی داری از صد تا چیز بدتره اون نیشخند تو اون حالت و نگاه دیگه اند چیزه برجنسیه که چیزو وحیدو به اون حالت یه دقیقاً آفره. و بعد من گفتم حرفای دلتون الان میزنه. خب حالا اون هیچی که بعد گفتش که عمدی این کارو میکنه که اینا بریزن بیرون احساساتشون، ولی احساساتشون خیلی چیز بود، نمک فلفل داشت. بعد یه چیزی جاله بچه ها که سیما رفت یه چیز دست سحر قرمز شده بود، ضربه خورده بود، زیبا هم همینطور تونن اومد اینجا میونجیگری بکنه. بعد سیما رفت یه دونه از این کیسه یخان نداشت، معمولا تو این زردیدگی یه چیز سرد میذارن، اون رفت یه دونه بسته بامیه که یخ زده بود از تو تیفکول از تو فریزر آورد که بذاره رو دستین. یه دفعه زیبا متوجه نشه، یه دفعه گفت به منم بده، به برای منم بذار. یه موقع متوجه شد که این بامیه داره، این چیکار گفت وای بامیه. و انقدر اینجا من خندیدم از خنده اصلا قش کردم. زخمم فراموش شد، یاد خورشت بامیه افتادم، یاد فوزیه که فوزیه درست میکرده. وای من چقدر دوست دارم اینو درست کنیم بدون گوش.
حالا من قول دادم که یه دفعه خورش بامی حالا نه درست کنم باش، چون من خودم هم خیلی دوست دارم بامی. بچه همش به فکر شکمه. وای یکی از بچه ها راهله، خب این شکم جز چیز دیگه بگو. راهله دیروز زنگ زده 20 یورو هدیه کرده به ایشون برای اینکه به من گفت زیبا داری میای برای آذر کافه ترکی و موکا. فکر کنم اینو گذاشتم توی چیز تو پستم، پست کردمش. نکردم، نه اینو نکردم، اون یکی ده دونری که هدیه دادی به بچه ها اونو پست کردم. بعد گفتش که قهوه موکا بگیر با شیرینی های ترکی، چیه؟ باسلوخه؟ نه باسلوخ از اینجور چیزا. منم خوشبختانه دیگه اصلا وقت نداشتم، داشتم میامدم، گفتم اصلا من فردا صبح زود حرکت، باید صبح 5:30 بلند شیم. بعد داری من گو اگر وقت داشتم نمیگرفتم. آره خب دیگه آدم اینا رو اصلاحیت میگیره، خیلی راحت حرف بزنه، راحت. من خیلی بدم میاد برم خلیج. نه اینم توجیه، اینم توجیه، میتونست به وحید بگی وحید بخر بیا. تو بعدت میاد وحید بود، سحر بود، سیمان. آفرین. دیدی؟ خب دیگه یه مسئله دیگه تموم شد. ملت منتظر از اون که بعد که عصبانی میشه و فوش. بچه من میخوام به سحر و وحید بگم اول اونا لایک بذارم پاسخ به سوالات. ما مهمون داریم. گفتی که من قهوه موکا دارم برای بفرستم. کجایی بفرست؟ گفت بفرست. آفر. حالا راهله 20 یورو داد این سه شنبه، خودم میدونم کجا میرم، باسلوق و فلان و بهمان و اینها، یه شیرینی خوب میگیرم از اون برم. راهله گفته زیبا من میخوام برات پست کنم، هر چی بخوای پست میکنم. ما گفتیم بابا خیلی پست گرونه. پیار دو سه سال پیش یه خانم بود، نادیا فهیم، اون برای من پست کرد، گفتم میوه خشک دوست دارم. بسته رو باز کردیم، محتوای بسته تقریبا مساوی بود با پول پست. آره از ایران مثلا خیلی گرونه زیبا. این گفت بهش فکر نکن. منم یه گفتم، گفتم میگه فکر نکن دیگه، مثلا 1,000,000 هزینه شده. گفت فکر نکن دیگه، تو چیکار داری؟ حالا ما اومدیم لیست، آقا اینقدر خندیدیم. این بر نگاه کن بچه ها تو رو ببینن. آره من چند تا آره بچه ها خندیدیم، انقدر هی لیست داریم میذاریم، هی لیست درست کن. گفته بی پروا هر چی میخوایی. من دیدم واقعا 8 بیشتر هیچ ذهن من نه چکار کنیم. من فکر کنم 10 تا اینا گفتیم، ولی بهش یه من فکر میکنم یه کار کنیم، مثلا بگه من هرچی دوست داری بفرست، فکر کنم اون 20 تا میفرسته. باور کن به نفرمونه. آیا اونا که گفتم نه من چیزی نمیخوام. راهله ببین ما خیلی پدر سوخته، همون خودت بفرست هرچی دوست داری. من خیلی زیبای استانبول چی کار کرده بیایید تو کانال ببینید. ای خبیث، ای شیطان، ای فلان، ای بهمان، زیبای استانبول که بهش گفتم آخه شب اومده بود بمونه، موهاش هم رفته 50 لی بود، دیدم موهاشو صاف کرده. آره دیدم. بعد گفتم خوشگه بودم، گفتم گفت به خاطر تو رفتم صاف کردم. به خاطر گفتم هزینه چقدر شده؟ گفت 50 لیر. دیدم یه شیرینی هم آورده، گفتم اینو چقدر خریدی؟ نه یه نکته جالبی که خیلی متوجه شدم موقع که اولین بار اومد بچه ما ماکارونی درست کرده بود، به یه دفعه با یه شوقی وای من 4 ساله غذای ایرانی نخوردم. وای خوبه تردیگاه رو زود خوردم. بعد
بعد که سر جریان همین بحثایی که ادامه داده شده بوده که میخواست حالا پوز بده، من هفته یه بار میرم هزار لیر رستوران ایرانی غذا میخورم. یعنی اینقدر تناقض، اینقدر زندگی میگفت 4 سال غذا ایرانی نخوردم ولی هر هفته میرم رستوران ایرانی. اصلا بچه ها برید الان من بعد از این چی یادم باشه، اگرم یادم نبود وحید یا سحر اینو استوری کنیم که چیز کانال مشاوره ها رو که بیان ببینید زیبا در مورد من چیا گفته. حالا افشاگری در مورد زیبا فقط یه، من میخوام اون لایو منو پاک کنی. من میخواستم بیام با یه روح خبیث. اگه پاک کنی برات بهتره. آره دیگه تهدید. برات بهتره پاک کنی. حالا همون لایبی که داره گردن منو میخوره. گردن منو میخوره دیگه. والا اونجوری چی؟ بیاییم بر نگاه کن. اولش که اصلا میگم نه قایم شد. گفت نه. چه جالب اونجا سیما برگشت گفتش که این پاک نمیشه ها، ببین دارم بهت میگم ها، بعدا نیای دوباره بگی تو لایف هست. میگه نه. بس شروع کرد واقعا داشت لیست میزد تو رو. لیست میزد؟ آره دیگه. باش بذار لیست بذار. یه جوری چندش بود برا من. چندش بود. آره آره یه ذره چندش بود سفت. منم اتفاقا همون که تو رو اصلا برای اولین بار دیده اومده اینجوری سیکسی لیدیز دیگه خیلی احساساته شیطان رو بعدن دید چه. بعد میگودش همش نمایش بوده. آره همش تظاهر میخواسته. پس به خاطر همین من تحریک نشد. میخواسته با یه روح خبیث آشنا بشه. ما اینقدر توی استانبول خندیدیم، یعنی میگفتیم بچه ها فقط پاز بدیم. این فکامون ما اینقدر خندیدم فکامون حالا من خوب نبود ولی میخندیدم. ای وای وایسه داره شنیدم وقتی که کنسل شد. من قرار بود اینجا بیام دیگه. من گفت زیبا مریضم. گفتم آخ جون من کنسل شد. صدام در نمیمم. هنوز هم صدام گرفته از همه. گفتم چه به موقع برنامه مریض شدنت با کنسل شدن من خورد. بیا دیشب هم به صرفه افتاده. به صرفه افتاده ها؟ پرید این سوسه پرید منم هی یه آبه دهنم هی نمیتونستم قرب بده. صرفه نکردم دیشب؟ نه از دستشوی که داشتی میمدی بیرم من. آره دیگه هی همینجوری. ای خسرو خسرو یه نیم نگاهی هم به ما بکن، ما را دوست داشته باش. من خوشم میاد از خیلی با نه نمیخوام به من پیام بدی مثل پسر نایم زاگرای وحشی. آخه از بس حرف میزنی موقع خوردن. راست میگه. آره خب بخور. آره واقعا من بیشتر از تو خوردم. این سوسه اونجا فکر میکنم تو خیلی میخوری. یعنی معمولا وای اولین روز وحید اینجوری نگاه میکرد. اولین روز که همون خورشت کرفس بود. زیبا همینجوری نگاه که بخوردن. بعد گفت چند پرس کشت. گفتم هنوز ادامه داره چون ما تموم کردید. خب سهرم اینجوری کرد. به بحید من فکر میکردم که زیبا خیلی کم میخوره تو لایو همه. آها یه جوری خیلی بامزه بود نگاه این. برای همه برای اکثر این دوتا همه میگم زیاد میخوری تو لایو.
آره زیاد اون دو نفری که من از وحید نشنیده بودم که زیاد صحنم همیشه میگفت کم میخوری بعد دیگه آگاه شدم طول روز تو هواپیما هم دیگه گفت چیزی نخوردی خب بلند شدم این طرفه که گفتم 100 یورو اضافه دادیم خوابم برده بود بعد بلند شدم خیلی جالبه دیدم یه شیشه آب بعدم بستم دیگه خب یه شیشه آب اینجوری گذاشتن مال این خانم بغل دستیم وسطیمون هم کسی نبود بعد یه دونه بعد یه دفعه از دلم گذشت گفتم که با وجود اینکه این آب و این خود دهن زده ها همینجوری بعد این نه مال اون بود گفتم چقدر خوب میشد این آب مال من میشد همینجور تو دلم اصلا از اینکه بلنشم یا چیز همینطوری از ذهن خیلی کوتاه گذشت 5 دقیقه خب میکنم چقدر دستشویی تمیز شده گفته من شستم شد من بگم اتفاقا سحر دو برابر تو اشتها داره آره در سحر چقدر اینقدر خوشش میومد که همه میگفتن مثل گفت میخور اینقدر کیف میکرد آره خودشم گفت آره خیلی اوایل نه اوایل نمیخورد بعد یه دفعه اشتهاش باز شد خیلی خوب بود سیما خیلی خوشش اومده بود حالا شو چی؟ بچه دستشویشو من شستم خیلی تمیز رفتم که الان تو عمر دستشویم به این تمیزی نه آره خیلی با چیزه با سیم با سیم دراتلوس یعنی بدون خط بنداز من نمیدونم یه خط میندازیم نه اینا ببین دوتا سیم هست روش بخونی دراتلوس یا چیز یه دره چیز میشه خط کشیدی کراتلوس آره یعنی کرات سن نمیکنه آره درات میشه چیز سیم بعد یکیش هستش که اونایی که زخیمه ته قابلمه رو پشت قابلمه اینا که چیز میشه اونا دوتاش هست نشون میدم بهت اینا من دیدی دیگه من حتی لیوانا رو وایم میشورم چون اینا کرات خط نمیکنه آره روشم نوشته خیلی هم دوست دارم هر جا میرم از اینا تو خونه هدیه میبرم آره چون این سیم انقدر خوبه تمام به جای وایتکس استفاده میشه خونه یکی از بچه‌ها رو بعد خونه احمد هم میشه اون موقع خودم گرفته بودم گفتم من بشقابا رو با این میشونم که دور چربی و این چیزا میمونه ابزت سم میشه میمونه آره بعضی اصلا دوست ندارم گفت پشت بشقابا آره حالا ماشین مثل محمد رضا بذار من بهش میگم موقعی که قرمه سبز نه لطفا بهش نگو نه دیگه من میگم خب نگو دیگه باشه الان دو سه روز دیگه میگم دو سه روز دیگه نه ببین تو لایو میگم تو لایو گفتیم افتاد اتفاقا خیلی تمیزه پسره ظاهرا تمیزیه آره تمیزه خب خیلی از آدم های شلخته ظاهرا تمیزه باور کن این صدفته نیست این آنن وسایل تو اتاق زیاده وسایلش شلخته چرا؟ حالا بذار من یه بار برم خونش آیا اگه راه داد دیگه راه نمیده از من خیلی میترسه نمیترسه من دوست دارم ولی من حس میزنم امروز این قرمه سبزی رو به خاطر تو آره منم حس میزنم وقتی تو گفتی صبح بلند شدی گفتی کلیم دو بار درست کرده اینجا و بعد دار نمیتونم از من اونم منو دوست داره باور کنه من دیدم واقعا اینجوری نگاه کرد بعد گفتش به پیام نمیدم ولی مواظب خوبی چیزی جمله خیلی قشنگه مواظب خوبی آخه اینا خیلی بستن مثل احمدن دیگه اینا یه دونه تو عمرشون دوست دارم نگفتن باور کن رضا شیخان هم اینجوری بود فکر میکنن که مثلا اگه ضد زن باشن مثلا خیلی یا مثلا هیچ ابراز علاقه نکنن خیلی از سال خوبیم بابا جمع کنی یه بار من توی این چیز یه بار اینجوری احمد همیشه میگم این ویوی خونش بود از پشت میگه ماه بود
گفتم احمد یادم از این از پشت اینجوری گرفتم. گفتم یه ذره بل نکه چیزه خوبه هیچی نکه هیچی نکه. از پشت اینجوری گرفتم اینجا بردار یه ذره اینجا. اینجوری گرفتمش گفتم احمد ماه نگاه کن به چقدر قشنگه. بعدش و تو دلم گفتم الان زود نری. خوبه یه دقیقه وایستادی چی نگفت. آره مثل بابامه. بابام هم یه بار دستم گفتم هیچ چی نمیخوام، نه ارث میخوام نه چی میخوام، دستم و دست تو میگیرم نکش. میگه تا دستشو میگرفتم اینجوری میکشید. این هاست این هم نماینده های چپ هم دیگه، چپی های قرازه زمخت. دوری کمونیستی؟ هم داخت کردم. آها چه خوب. چیه بیانجا من بکنم بگم؟ چرا نه چرا؟ ببرم. چرا؟ نه. من خودم؟ نه. خواست. نه خوبه. چون من عرق ریش نه این بوی بدنته. بوی خودته. هرسی هست خوشم نمیاد. خب برای اینکه از خودت متنفری تو تو توالت خودت تو دست نمیزنی بشوری. بچه‌ها بذارید افشاگره کلا. این تا حالا یه بار کجا گفتم؟ چرا؟ ببین. آره گفتم نه سال‌ها توضیح هم دادم چرا؟ چرا؟ به خاطری که ناخونم بلنده و یه جوری حساسیت دارم. فکر می‌کنم حتی با بروس و با این مایه‌ها که ضد عفونی کننده است می‌شورم بازم حالا چه جوری با همین حالا خوبه اون شب اگر با شلنگ سیما اصلا خلقم میکنه کونو خیلی خوبه از جمعه اون من هر وقت شلنگه رو تو خونه سیما باز کردم یادم افتاد گفتم این که دست نمیزنه به کونش موقع شستن این شلنگه به دردش میکنه خورمانو خورده یادم من نیافتده نمیدن انار خورده من یادم شلنگو یادم آفتده ببین شلنگه به دردت میخوره ولی همین که با شلنگم یادم افتاده آخه میدونی نمیشد تنظیمش کرد یه دونه اینجوری پرس داشت چی داشت؟ نورینام دارم یعنی وای یا خاموش میشه یا دن یعنی دیگه یعنی تو اگه اونجا یه کونت اونجا باشه پاکش کرد و اما این که چیزه که من دوست ندارم دست خودم رو بشورم موقع که به خاطر از نظر بهداشتی دوست ندارم چون یه جوری وزن حالا یک بار این کار رو کن ببین چه جوری میشه دست بزن من یه انسان بعد هی میام با بروس و دست چرا بروس؟ ببین تو بیماری عفونی داری یه چیزه نداری خب باشه خیلی اصلا من تو عمرم هیچ وقت بیماری عفونیه چیز نداشت ببین یه فوزی هم انقدر هیچ وقت بهش میگفتم فوزیه چه جالبه که هر وقت توالت میرفتم هیچ وقت بو نمیداد توالتش گفتم ای تو چه جوری هست فوزیه بعد گفتم تو حضرت فاطمه ای یا میگن حضرت فاطمه گوهش بو نمیداد حالا دوباره صبح میخواییم بعدم دوباره الان شروع میکنن مذهبیون فوش دادن بابا نه بابا حدیث هست نه خند حدیث هست حضرت فاطمه یعنی گوهش بو نمیده اصلا گوهش بوی اون که نمیگه بو نمیده میگم بوی گلاب میده بوی فلان میده چی میده بوی خیلی خوبی میده خب از نظر علمی فوزیه بوی گوهش بو نمیداد ببین تو باید با بدنت آشتی کنی من با بدنم آشتی هم من اصلا خیلی خوبی من اصلا خودم حالا منو بکن ناراحت نمیشه مام این بچه خب اینو مژگان و سحر و با چیز دست به دست هم دادن که من مام زدم بعد از 25 سال حتما عرق کردی چون عرق کردم میکنه طبیعی بون میده خب الان آها ببین من اون عرق کردن و حالا مثلا یه سر اینو بخورم فقط چرا بعضی عرق مثلا عرق روز بعد خوبه خب خواهر من مادر من عرق اصلا بدنشون بو نمیداد عرق ولی من چرا برادرم چرا کی نمه بو نمیداد مادرم و بخواهرم
ببین یه ما هم همون نمتایی بدنش بو نمیده. ببین بوی من یه دوست پسر داشتم به من میگفت وقتی میای پیش من لطفاً دوش نگیر. به من میگفت میای پیش من دوش. موقعی هم که از هم جدا شدیم گفت یکی از لباسایی که پوشیدی و حسابی پوشید دیگه میخواد بندازه تو لباس بشه بده به من. ببین بزنین آنه بزن سالاد دیشب رو دارم میخورم با سالاد امروز قاطی نم اون بمونه برای قرمه سبزی هم دار. خب این هویجی که تو این توی این دیشب یه ریختی هویج مال خودته؟ آره باش این هویج پس نخواسته بود که اصلا تو استفاده کنی مال من بود تو بیای تا من بیام عشق منی عشق منی بیا اینجا خوبم میخورم عشق منی. یه زنجبیلم با گذاشته بودم بیارم زنجبیلم هست رسیدم در بدم بیارم این نمه نه دیگه پانش آن یا صبونه رو تموم کردی پاشو من اصلا عادت دارم پاشم باده زنجبیله موند روی میز با بلوط با موز آفریقایی ببین یه مسئله آلمانی هست اینو به چند بار گفتم خب میگه اشکنده نیش ریشن خب من نمیتونم کس اون فرق رو بو کنم بو بوی آدم من رو بودم یا نه من بوش رو دوست دارم ولی داره این ترش کپک میزن ولی این تیکت نه انداز دور پس باید خودم پاشم تو رو پاشدم پا بلندت کردم خودم باید پاشم صبر کن من اینو باید خودم تمیزش کنم اون نه اینو دیگه با بندازمش دور اینو بندازمش دور من بندازم دور سه تو بشی من دیگه میخوام قرصاتو بخورم حرف بزن بگو بچه ها سوالایی که دارم این زنجبیل خودت خریده بودی؟ آره یک تیکه دیگه هم هم غذا نخورده بردبخت ذوق میکنم آره دیگه من هم همینطور مجبور نیستی نگاه کنی بس کنید دیگه بو چقدر زیر میزنی بو بو خب مرسی سحر نیست که برمیگرده ایران ولی وحید میمونه ما نمیدونیم که خونه خوش سحر آخرین روز گفت شاید بر نگرده آزر 20 یورو تو بگیر آره گرفتم 20 یورو رو گرفت دیگه گرفت همون دیش بیاییم بر نگاه کن سحر بزن اینجا این بر نگاه اون کیسه که آویزونه من ببین پلاستیک هایی که مثلا توش نون گذاشتم تو فریزه یا چیز خوش به خاطر اونور به خاطر محیط زیست من زیاد پلاستیک مثلا چند بار استفاده میکنم چون چیز نون توش بوده یا آب بهش میزنم آویزون میکنم که خوش بشه و به خاطر اینه دیگه اینم برای همینه شستم آویزون کردم که خوش بشه دیگه چی؟ بفرمایید زیبا سیما رو بیار دیگه چی؟ مردم ایران بیادب شدن خب بیادب هم بودن ولی اونجوری هم نبود که همه با ادب بودن درسته؟ یعنی بیادب این هم بمیره تو همه نخواهده؟ این هم از بخواه زود خوش میشه نه من خوش کشم دستم من باید برم اگه بیرونم زیبا سیما رو بیار ببینیم سیما اومده او سحر اومده سیما را سیما جون سیما با وای 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 با ما میاد سلام او دوام شد زیبا میخواستم بگم اون نون رو بفرشتیم نون
نون رفتون خریدیم مثل یه قطعی زده تا یه ما نون داریم میگه مثل ندید بدید ها رفتیم نون گرفتیم نون نداشتیم نرفتیم نون بخرم هیت باشم بگیم نون رو قبول کنیم. ببین من چهار تا چیز تو خود خب بگو دو بگو یه با یه بسته نون کپک زده حواست نبود ندیده بودی دیگه. آخه ببین همه چی رو جا به جا کردن. من همیشه اون چیزایی که استفاده زیاد میکنم و رو میذارم بالا میذارم، اون چیزایی که مثلا ماهی هفته یه بار مثلا اون ربایی که از ایران برام اومده بود و اینا. ولی ولی یه چیزی بگم به زیبا، دیروز این دوتا اومدن اینجا بعد سحر میگفت وای چقدر اینجا سوت و کور شده. آره دیگه این دوتا ساعت 8 قش کردن. آره سحر تو میمونه شب کنم قش کرد. آره قش کرده بودم جور خالصه جات خالی. منم وایستادم تا ساعت 9:30 دیگه گفتم 10:30 بود مثل که اومدم تا اومدم سحر بیدار بود مثل که یا بیدار شد جات خالی میز چیدیم گفتیم الان میایم بالا ما رو میاری بالا صبحانه باید بخوریم اینا تموم شد. بح 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 خب سحر حالی چطوره؟ بح بح این همون صبحانه دیما این هم چیزه بلوت و اونو بیا ببینم همونطور از دیشب مونده. آره آره دیگه چیزو باز کن ببینم که خراب نشده. اصلا خراب نشده موزه مو اینو خواستیم بیارن اینجا. اوه زنجبیلش هم کنارشه اینو زنجبیلو برید تو همون سالادتون دیگه. الانو داشت میگفت الان میگم ببینم. آره ببین قشنگ بذار رو میز بریز تو چایی. خب اونم باز کن ببینم اصلا کپک زده نزده یا مثل همیشه. من این پوستش سیاهه ولی توش فکر می‌کنم چه بازش کنم. درست کن دیگه امروز درست کن عکسشو. امروز می‌خوایم بریم اوه میگه همونجوری بندازش بازش کن حالا ما که میدازیم دور ولی بازش کن بازش کن ببینیم چه جوریه. بازش کن اون چیش هم باز کن. میخوای من بکنم اگه حالت بد بشه؟ نه نه دیگه نخوریش. نه نمیخوریمش. آره آها یعنی تو بکنی یعنی پوستشو. آفره آره یه دونه حولی کچولو آره بیزاری کرد اتفاقا میخواستم ببینم. نه صورتی سبزه رو من برداشتم. سبزه رو من برداشتم صورتی مال خود سیما بود گفتم کف و باش خوش کرد. آره ولی اولش حوله نبود. حوله نبود. من اتفاقا میدونستم تو ممکنه به کف خیلی حساس باشی از اون دستمالایی که روی چیز بود صورتیه اون صورتیه که روی اون سطح بود اونو باش باش کردم. من چون متوجه نشده بودم شما توالت رو تمیز کردی مریض بودم خوابیده بودم صبح که اینا رفتن شما رو ببرم من رفتم همون گفتم وای امیدوارم هیچ که با این خودشو لیف نزده باشه. نه با اون نه وحید و با این حول سبزه پشتش رو شستم پشتش نه ولی خود میگم چون من آورده این خانمی که میاد خونم رو تمیز میکنه اونا رو برای همون توی همون و اینا استفاده میکرد. کدوم بود؟ بذار باید یه لازمش کردم ولی بگیریم و استفاده کنیم برای اینو میگه. ببینم اینو میگه این که باش کف رو خوش کرده بودی. من کف رو خوش کردم. آره این منظورم بود. فلفلی انقدری که آوردم از خونه شما میگه فلفل به این چیز
فلفلات یه اینقدر رومیز بود فلفلن با خودم گذاشتم تو کیفم الان ریختم تو سالن. اینم به بگو میگه از کجا گفتم اومده؟ من از اونجا اومده، از آذر جان. من خواستم دوباره هم ازت تشکر بکنم، زحمت افتادی ما رو لطف کردی، نگم خواهش کردی، زحمت کردی برای دونر. آذر جان منم همینطور، ولی میخوام اگر اجازه بدی اداره با خودمون ببریم و پولی که برای من دادی رو من بدم برای اداره، اگر اشکال نداره. پولی که برای خودت دادی؟ آره من خودم میخرم، ولی اونم برای ادا باشه. خب ولی آها خواستم بگم ولی وحید و سهر از دونرتون بهش ندیدم. ولی من دیدم خودشون. ببین چه میل با کمال میل واقعا. مرسی من خواستم قبلش اجازه ازتون گرفته باشم که اگر اشکالی نداره، چون نه اینجا به هر حال البته مشکل مالی ندارم، ولی خب درآمد آنچنانی هم نیست. گفتم این پولی رو که شما قبول باری کردی پرداختی، من از سوی شما ادا جان رو مهمون کنم. آها مهمون کنی یعنی چهار نفری دونر. آره من یه سوالی میکردم از این که ببین این یه فرق دیگه ای داره از این نظر که تو اینو میاری توی این جمعمون تو روابطمون، اگه ما دو سه نفر داریم دونر میخوریم، ادا تو هم با مایی. آفرین. اگر این پنجویرو رو میگرفت میگفت بیا بگیر، یعنی تو به این پنجویرو نیازمندی. درست. من این مسئله رو موافق نبودم. خب دیگه فرق من و تو اینه دیگه. یعنی چی؟ نمی‌فهمم. که همون ما مو رو می‌بینیم و تو پیچه. آها خیلی. حالا ایشالله دفعه دیگه که زیبا میاد شما میاد با ادا آشنا میشی. دختر فوق‌العاده خوبیه. آره. یه بار ادا داشت یه حرفی میزد بعد به من این کیه وحیده؟ آره الان بیدار شد جل جونم اولان ای وای بابا های بح 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 من مرد تنهای هم زنم من فقط به بچه‌ها یه چیز بگم. آه این سوال وقتی تو ادا اومد ترکیه حرف بزنه، خب به من گفتش که زیبا من استسنم چی رو چه چیزی توی یه چیزی رو میپرسید به ترکی پرسید یه چیزی پرسید چای نه من از چای استسن کدوم چای میخوای، چای سیاه میخوای یا فلا، به ترکی گفت. سحر ناراحت شد گفتن اینجا فارسی هستم تو چرا ترکی هست بسن. ادا که این فیلم رو میبینه لایو رو میبینه، من بهش گفتم که خب حالا تو که متوجه شدی این چای رو میپرسه دیگه؟ نه متوجه نشدم چای رو، ولی دیروزم با ما بود بعد دوباره چیز که بعد خودش هم میخندید گفت من نمیدونم چرا با سحر همش ترکی حرف میزنم، یعنی به خودم هم ها میخواستم چیز کنه ترکی میگفت، ولی گفتش که اول گفتش که انسان انگار حالا عادت کردم، ولی بعدش چیز شد دیگه مخصوصا نیستی با من دوستای ترک زیاد دارم و به خاطر احترام به هم دیگه هم ترکی با هم حرف میزنم. این یه مسئله بود از سحر وقتی اینجوری کرد گفت ادا یه چشمک اینجوری زد دیگه این که سرش پایین بود. من ندیدم. خب تو ندیدی دیگه به من چیز کرد.
یعنی اینکه مثلا تو یه ایرادای مثلا من اینجوری تفسیر میکنم قیافشو که ایرادای مثلا بنی اسرائیلی مثلا میگیری، من فاصله ای بین سحر و ادا حس میکنم، میکردم دیروز که اینا با هم بودن خیلی خوشحال شدم. اتفاقا وقتی وحید گفت میخوام برم کفش بخرم، سحرم گفت منم میام با تو سحر فکر کنم دیگه مشکل همش با هم بودی. بعد تازه من خودم بیده گفتم که فردا هم بیا. آره هم. این مسئله این فاصله قبل بود خب، ولی این که الان این قدم رو برداشتید و من دیروز دیدم ادام بود اینو بردار و الان میگی حتی ترکی صحبت کردن و به تو نگاه کرده صحبت کرده، این تو اصلا ترکی هم نباشی هم میفهمی. نه چون اصلا بسیارم میخواست بگه که چی گفت، میخواست بگه بریم دیکاکتور رو ببینیم فکر کنم یا چی، اونو به ترکی گفت من، ولی گفتش که من نمیدونم چرا چیز میگه. خب خیلی خوبه که این مسئله الان داری خودت هم آگاه. وحید حالتون چطوره؟ عالی هم عالی. انقدر خوابیدم خیلی خوبه خیلی خوبه. خب خیلی ولی کلن خوبید، من که حس خوبی رو میگیرم و اینکه که میگید آخ جون زیبا نیست یه ذره، این خیلی خوبه یه سر حال ولی کنترل از زهر دور غلط میکنم بدونم زیبا رفتم اون چیزا رو هم جمع کردم، اون شیشه برات فیلم گرفتم، اون شیشه که شکسته بودن تو اونو فیلم گرفتم وحید ببوسه. حالا صورتش هم نشوست صورتش هم آره آفرین مرسی خیلی همش اون تو حیاتشون یکی سیگار. قاشق من حالش چطوره؟ قاشق تو کیفم در میارم. ببین دیروز که تو رفتی ما که اومدیم خونه، من اولش خیلی حالم بد بود، خیلی حالم بد بود یه چند ساعت تا قبل اینکه بریم بیرون. بعدش هم که رفتیم بیرون و اومدیم و سیمای قرمه سبزی فوق العاده خوشمزه ای درست کرده بود که من گفتم امروز محمد رضا قرمه سبزی پس من جواب اوکی شد که سادت رفته گوش بخره که سادت این دو جاها ببینید لوبیا حالا بلند شدی دیدیم که این اومد کن سفر اوله که این دو دیدیم تو حقیقه من زودتر از این بلند شدم، آشغالا رو بردم اومدم رفتم توی محوطه، گفتم نفس بکشم شاید این خسرو که الان داره اونجاست و من نمیتونمش نشون بدم این اجازه نمیده. دیگه تو من نمیزنی میگم میگم غلط میکنی حالت شده میپرس هیچی کار نداره بچه ما لایه بکنم کنیم، ولی اومدین یه دفعه من گفتم که قرمه سر این من گفت زیبا تو لوبیا فیس کردی، گفتم نه آره تعجب کرد خودش هم فیس نکرده بود، بعد این اومد گفت زیبا به خاطر تو قرمه سر پس وردم میره دیگه میره، این قرمه سبزی دو بار دم درست کرده بود ولی من احساس کردم که به خاطر زیبا لوبیا فیس کردم که گاو قرمه سبزی میخوره یا نه، ولی من مثل گاو قرمه سبزی خوردم. من دیروز برای تو پیام دادم گفتم که اون شلواره خیلی خانمانانه است و خیلی چیزه اون یکی دختر، بعد گفتم تو هنوز خانوم نشدی، منظورم این بود که تو هنوز یه دختر جوونی، هنوز مثلا کیفاتار نشدی مثل من.
اتفاقا منم اون رو پسندیده بودم، ولی حرف بعید رو گوش داد. منم همونی که زنش پاره بردنگتر بود. نمیدونم چرا خیلی توتانیت قشنگ شده بود. خب برای که شما ها مدر نیستیم که ها وحیدم اونو پسندی. خب برای این وسط وحید گفتن اون من پیام شما نایده بودم. آره من دیر میدم آذر گفت یکی من دم رای به اون بیشتره. آره حالا یه چیز دیگه من می‌خواستم بگم. من همون موقع که به صدا داشتی شلوار رو میگفتی اینا، بعد پیام دادم گفتم که اون شلوار چنده قیمتش گفتی. بعد من می‌خواستم که بگم من 10 یورو برای تو میدم که اون شلوارم بخری. یعنی بعد یه دفعه سیبا گفتش که نه یه چیزی بگید ما باشه. این همونی که گفتم منو ما کنیم، منو ما کنیم. گفتم حالا یه مایی میکنیم. بلکه دیگه زیبا من نمیخوام که طولای بگم نه نه هی گفت نه دیگه که دیکتاتوری میگه نه باید بگی دیگه. بعد من گفتم خب 5 یورو دیگه هم میذارم که سیما جونم با هم دیگه بریم. همین که به یادم بودی خیلی ممنونم. خواهش میکنم با کمال میلی. حالا داریوش هم داره میاد. سمیرا حالا ساعت ما 3 ساعت دیگه مهمان داریم. سمیرای هامبورگ داره میاد. سمیرای هامبورگ داره. خلاصه دیگه بریم لایو. 6 دقیقه دیگه هم از 1 ساعت گذشت. مرسی. مرسی. خدا خیلی خوش اومدید. خدا خیلی خوش اومدید.